به یاد دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ضد سلطنتی، در سالگرد درگذشت استاد فرزانه در 12 آذر 1399. جامعه ما با تمام مشکلات و فسادش و حاکمیتی که جز فساد پروری کاری نداره، اما مرتب زینب و حسین تولید میکنه. مرتب زینب ها و حسین ها به وجود میان. 50 سال شاه و شیخ سعی کردند که این شجره رو بخشکانند. مگه می شود؟ در سالگرد پرواز جاویدان راه آزادی، دکتر محمد ملکی بر سر مزارش آمدم. او هیچ وقت در مقابل خمینی و خامنه‌ای سرخم نکرد. از طرف همه فرزندان مجاهدش و کانونهای شورشی قهرمان، با او که همواره تنها خواستهش سرنگونی این نظام و آزادی بود، تجدید عهد و پیمان میکنه و تا سرنگونی این نظام هرگز از پای نخواهیم نشست. کانون شورشی 550 آذر 1403. مسعود رجوی در رسا و وداع دکتر ملکی. استاد فرزانه سر به پای آزادی گذاشت و گفت: ز گهواره تا گور آزادی بجور. سرپرست بزرگترین دانشگاه ایران در قفای آزادی 40 سال با کوله بار درد و رنج طی تاریخ کرد. شورشگری ستایش انگیز، بدون چشم داشت و بدون جایزه و هر گونه بزرگ داشت. باشد تا دانشجویان و مردم و تاریخ ایران قضاوت کنند. در 27 خرداد 1360، سومین و آخرین قسمت مقاله دکتر ملکی درباره کودتای فرهنگی خمینی و بستن دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در نشریه مجاهد در صفحات شورا منتشر شد. طولی نکشید که بعد از شروع عصر اعدام‌ها در 30 خرداد، او را در 12 تیر 1360 دستگیر کردند. از آن روز با شکنجه و زندان و با اذیت و آزار، در عین بیماری
سفری 40 ساله آغاز کرد. او پیروز و رستگار و جاودانه شد. ای یارم، ای آزادی، بیا ببین چقدر منتظر بمونی. من که دیگه پای آخر زندگیمه. گهواره تا گور آزادی بجوی، گهواره تا گور آزادی بجوی، ز گهواره تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی، ز گهواره تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی. دمی از تکاپو رفتن نمان، به سوزان سر و پرده دشمن، نترس از فقیهان مرگ آفرین، زدیداد این پینه ها بر جبین، ز گهوار تا گور آزادی به جوی، بر این غم زده خانه شادی به جوی. این بچه ها رو وقتی می بردن دست جمعی برای اعدام، اینا معمولا سرود میخوندن و پا رو زمین میکوبیدن، اما میفهمیم که دارن میدارن برای اعدام. و از خونم که بعد یه مرتبه صدای رگبار میامد که من در یک از شعرهام گفتم صدای ریختن تیر آهنین به زمین. و از خونم که بعد از این که این خاتمه شد، چند لحظه بعد صدای تیرهای خلاصی که میزنن، معمولا وقتی که اعدام میکنن یه تیر میزنن به مغز و قلب که طرف به اصطلاح مطمئن بشه که طرف مرده. خب اینا رو ما شاهد بودیم و ما شبهایی شد که از کنم که حدود 100, 150, 200, 300 گاهی بیشتر گاهی کمتر تیر خلاصی رو وقتی میزدن بچه ها میشمردن. این جریان ادامه داشتیه. سال 5 سالی که ما بودیم کم و زیاد ادامه داشت و در اوینگ شبی 10 نفر رو از خودم که ادام میکردم. زگهوار تا گور آزادی به جوی، بر این غم زده خانه شادی به جوی، زگهوار تا گور آزادی به جوی، بر این غم زده خانه شادی به جوی. اصل حقوق بشر ماده آخرش میگه اگر همه راه های مسالمت آمیز به جایی نرسید، ملت ها حق دارن هر طور میخواد عمل کنن. آکی آکی سکوت، آکی خودش خودم، آکی بچه من رو گرفتم، آکی پوز دادم، آکی این وضع رو بیودم.
و بی سلاح جنایت علیه بشریت است. بله این عرض کنم که مربوط به جنایاتی است که اخیراً شده. توجه میکنید یه عده از ایرانی‌ها رو حالا به هر دلیل در جای جمع بودن زیر نظر سازمان ملل و بعد با موشک زدن تعدادی رو کشتن، تعدادی رو مجروح کردن و ویران کردن. این پایگاه لیبرتی منظورتونه؟ حالا بستش پایگاه لیبرتیه. بله بله. و اینو شما جنایت میدونید؟ شما واقعا جنایت علیه بشریت که آدم از دور با موشک عده بی سلاح و گناه بزنن، پس جنایت علیه بشریت چیه؟ اگر این نیست پس چی هست؟ لیبرتی، نشست عمومی، 28 آذر 1394. خونهای شعله‌ور شهیدان در پرتو مهر تابان، راه گشا در میانه طوفان. خون مجاهدین در اشرف و لیبرتی، مرز سرخ میان مزدوران ارتجا و خانواده مجاهدین را به برجسته ترین صورت ترسیم کرده و دیگر هیچ کس نمی تواند خود را در این زمینه به نافهمی بزند. هر کس که می خواهد یک نفر از مجاهدین، یعنی نیروی جنگنده ضد رژیم، ببرد و نادم و تسلیم شود، بدون شک بالفعل در جبهه رژیم و همخط این رژیم است. در مقابل خانواده حقیقی مجاهدین از همان سال 1350 و اولین دادگاه علنی تا امروز کسی است که مشوق مبارزه مجاهدین با شاه و شیخ بوده است. از مادر و پدر رضایی های شهید تا مادر و پدر ناصر صادق و هزاران و هزاران ناصر و صادق دیگر. صحبت‌های دو هفته پیش دکتر ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ضد سلطنتی، بر سر مزار مادردائی، هر آدم با وجدان و با شرفی را میخکوب و مو بر اندامش راست می‌کند. این هم یکی دیگر از آثار شعله‌ور شدن خون شهیدان از لیبرتی تا قلب تهران و سراسر ایران است. ضمناً او از طرف شما قول داد که تا 2 ماه دیگر لیبرتی را زیباتر از اول می سازید. گوش کنید که خط قرمز بین خانواده مجاهدین و مزدوران ارتجاع را چقدر رسا و گویا ترسیم می کند. در وصف این بزرگ و این زنی که خانومی که انسانی که در طول زندگیش واقعا زینبی زیست، واقعا زینبی زیست و فرزندانی که تربیت کرد و تحویل جامعه داد، نه تنها فرزندان رضاییش، این شیریش، خیلی از این بچه هایی که امروز آن طرف مرز هستند، زیر موشک هستند، زیر هزاران گرفتاری هستند و مشکلات، ولی مثل کوه ایستادند، اینا فرزندان این مادرند. چه سعادتی. خیلی ها میان به این دنیا زندگی میکنند و از این دنیا به خیال خودشون لذت میبرند و بعدم میرند،
اما لذتی که این گونه مادران میبرند نوع دیگری است. مادر، تو زینب گونه زیستی، تو زینب گونه زیستی و جزء زینب های زمان بودی. حرف های من رو گوش کنند و ضبط کنند آنهایی که مأمور این کار هستند. بله، من با صدای بلند میگویم، تو زینب گونه زیستی و زینب زمان خودت بودی، مثل هزاران مثل تو. جامعه ما با تمام مشکلات و فسادش و حاکمیتی که جز فساد پروری کاری نداره، اما مرتب زینب و حسین تولید میکنه، مرتب زینب ها و حسین ها به وجود میان. 50 سال شاه و شیخ سعی کردند که این شجره رو بخشکانند، مگه می شود؟ یاد یه جمله افتادم از حضرت آیت الله عظما منتظری که در اون نامه‌ای که به آقای خمینی نوشته بود، نوشته بود مطمئن باشید که با کشتار فکر از بین نمیره. این همه کشتید، این همه زدید، این همه بریدید، تیر زدی، تیر زدی، تبر زدی، بر تن بی سپر زدی، دیگه وقتی دیدی این چیزهای کافی نیست، با موشک 80 موشک فکر کردی همه چی رو از بین میبری، اما مطمئن باش، مطمئن باش تا یکی دو ماه دیگر لیبرتی از اولش هم زیباتر و بهتر و قشنگتر خواهد شد. هستند کسانی که دلشون به حال این ملت می سوزه، تا هستند کسانی که فریاد می زنند ز گهواره تا گور دانش بجوی، و دانش رو بر می دارن می گن ز گهواره تا گور آزادی بجوی. اون دانشی که در کنارش آزادی نباشه دانش نیست. در دانشگاهی که به اصطلاح خیلی استاد و دانشمند وجود داره، اما کوچکترین توجهی به وضع فلاکتبار و غم‌انگیز جامعه نداره و دزدی ها و چپاولگری ها رو میبینند و سکوت میکنند، و
بله، در این جامعه باز هم باید گفت ز گهواره تا گور آزادی بجوی، چون در اگر آزادی نباشه، در جامعه‌ای که آزادی نباشه، همین است که می‌بینید دزدی و فساد و فحشا. و امام حسین و زینب همه چیز خودشون رو فدا کردند به خاطر آزادی و فریاد زدند هیهات من الذله، ما هرگز ذلیل نمیشیم، ما همیشه سربلندیم. و میبینید در طول تاریخ حسین ها و زینب ها سربلند بودند. ای راهیان این ره، ای بر عمل سواران، اینجا قنود مردی از نسل سربداران. خدمت به خلق بنمود با عشق و بیقراری، یارب رهی ده او را در خیل بیقراران. گفتا به سنگ قبرم با خط خوش نویسید، ای ره روان رهجو، ای جمع هوشیاران. بر خائنان بتازید، با ظالمان نسازید، بر خائنان بتازید، با ظالمان نسازید، آزادگان نگردند تسلیم شهریاران.